دخترم بفرمه بشین شما. نه حاج آقا خیلی من بفرمید بفرمید من راحت آم. دست بفرمایید. شما بفرمایید. همینجوری سرتون انداختین پایین کجا میرین؟ به شما چه ربطی داره مگه نگهبانی؟ به هم نمیاد؟ نگهبانی؟ نه آخه دیدم کچلوارو اینا. آخه در آستانه فرارستن سال نویم گفتم شرمنده لحظه تشتاشه شد. سلام و عذب. سلام عرض کردم خانم اسماعیلی. پیشا پیش عید نوروز این عید سعید باستانی رو به شما به دختر گلم به همسر گرامتون تبریک میگم خانم. ممنونم. انشالله شما هم سال خوبی داشته باشیم. انشالله با هم. ما بعد از عودی رفتنی هستیم، میریم مسافره تا بعد تعطیلات. جسارت من رو بخشین. کجا انشالله؟ شمال. آها، سفر بی خطر. انشالله خوش بگذره. به سلامتی انشالله. ممنونم. با بنده امری ندارین؟ راستی معذب من ایه تو رو گذاشتم کنار که بهت بدم تا یادم نرفته. این قابل تو نداره. شرمنده میکنین. بفرمایید. ایه. خدا برکت بده. خدا فده. بای بای. شما فرمودین اینجا چیکار میکنین؟ میخوام برم فجر 19 واحد 650. جناب سرای مقصودی؟ مقصودی. اومدم برای نظافت. امسال میخوان سنگ تمام بذارن؟ چطور مگه؟ پسرش بعد چند سال میخواد از سفر بیاد. حالا از کدوم ور باید برم؟ ورودی اول نه ورودی دوم طبقه 4 باید 650. پس درد نکنه. کچلوارت هم خیلی بهت میاد. انگار ما برگی چوغندریم. خب اگه کاری هست به من بگین دیگه. پای هر قریبه رو بریم مشتمه با میکنی.
خب رو تو دختم بگو آر دیدی. من ترسیدم. رنگ روشو ببین مثل گچ سفید شده. خب میبینی من دارم میام بالا. خب یه اهمیه اونی دیگه. حامله ای؟ راست میگی؟ 7 ماهه. خب حالا اینجا با کی کار داری؟ اومدم بر کار. چه کاری؟ کار دیگه، همین تمیزکاری خونه. با این وز؟ مگه چشه؟ جالبه. حتی واسه اون خونه اومدی ها؟ این نه، برای همین این اومدم. یعنی مریم خانم امسال دو تا کارگر خواسته؟ وا تو هم کارگری؟ بر کار اومدی؟ همین 650؟ کار هر سالمه. چه میدونم والا، مریض نیستن شب عیدی زنگ بزنن زابرامون بکنن یه پول اضافه ای هم بدن شب عیدی. والا به خدا حتما دو تا کارگر میخواستن. جان محبوب سرکاری نیست؟ دروغم چیه؟ شرکتی؟ حقمو نمیدادن اومدم بیرون دیگه، برای خودم کار میکنم. تو چی؟ نکنه مشتری غور میزنی؟ حرف دهن تو بفهم. اونی که باید این حرفو بزنم منم نه تو. 3 سالی دوبار میام اینجا رفت و روب میکنم با یه زنگ و بدون حرف. نشه دلیل که حتما کارت یه عیب و ایرادی داشته که زنگ زدم به یکی دیگه. دختر جان به تو یاد ندادم با بزرگتر از خود درست حرف بزنی؟ هی من هیچی نمیگم واسه خودت دور برداشتی هی دور دور میکنی ها. این دفعه دور مال تو. مثلا چه غلطی میخوای بکنی؟ زنگ گوشی چیه؟ مسخره بازیه چیه؟ ها ها چیه؟ سلام. علیکم سلام. چی سر ظرف زدنه؟ نشناختی مورا؟ کرمو آقا کرم دستت درد نکنه. این جا بود ما رو فرستادی شب عیدیه؟ چرا؟ چی شده مگه؟ دیگه چی میخواستی بشه؟ یکی دیگه هم اینجاست. الان هم داره بر من نگام کنه. بابا یه کارگر دیگه اینجاست. دو تا کارگر اومدیم برای یه خونه. این مال کجای بابا جان؟ شاید اشتباهی اومده. اینو جرئت داری به این بگو تا چشماتو در بیاره. من که درست اومدم. اینا این همون نشونیه که خودت نوشتی. اینا اینجام نوشته 650. نگاه کن مره. ببین صابخونه چی میگه. صابخونه رو که هنوز ندیدم. مگه نگفتی رأس 10 زنگ بزن؟ خب چیزی نمونده. 10 دقیقه به 10. واسه این صابخونه چی میگه؟ شاید دو تا کارگر میخه. بعدش هم قمت نمیشه. بره همین زنگ زدم یه نشونی دارم برای بعد از ظهر کارگرم ندارم. میری اونجا؟ آقا کرم من که بهت گفتم بعد از ظهر بلیط دارم برام مشهد. ای بابا گفته بودی ها، یادم رفته بود. حالا میگی چیکار کنم ها؟ من چه میدونم، شما بعد بگی من چیکار کنم. والله چه خبرتونه؟ مشتمه رو گفتین رو سرتون؟ بدی کل مشتری دارم کارگرم ندارم. الو الو اصلا شما برای چی اینجا هستین؟ آقا کرم یه لحظه گوشی اینجا یه مشکلی پیش اومده. چه مشکلی؟ با شما نیستم که. حالا با هر کی. من بعدا به شما زنگ میزنم. همسایه‌ها زنگ زدن گفتن تو راهبره سر صدا است. دعواتون شده؟ دعوا چی؟ ما داریم اختلاط میکنیم. اختلافتون رو ببریم بیرون. یالا. ببینم مگه خان مقصودی نیست؟ من با خانم سنگ ساعت 10 قرار دارم. منم ایشونم. خب پس بفرمایید دم در مجتمع باشین. رأس ساعت 10 بفرمایید بالا. بفرمایید چرا به من نگاه میکنین؟ چی میگی آقا؟ من همین الان 4 طبقه رو اومدم بالا با این بچه تو شکمم. اون وقت تو میگی دوباره برو پایین. رأس ساعت 10 بیا بالا. خدا رو خوش میاد. من که نمیرم. حالا شبیدی زور انصاف داشته باشی. سخت دیگه. منو که میشناسی آقا ماز؟ نخیر. منو نمیشناسی؟ نخیر. بوزی منو فکا بردن بیزره. تو منو نمیشناسی؟ چی گفتی؟ همون که شنیدی. من الان هیچ کس رو نمیشناسم. در ضمن شما خانم چه یه نفر چه دو نفر چه 4 طبقه چه 400 طبقه بفهمین پایین بفهمین تا صدای بقیه در نیامده. سلام علیکم. سلام محسن چی شده؟ چیه؟ سلام خانم مقصودی. سلام علیکم. قبل از هر چیز پیشا پیش عید نوروز این عید سعید باستانی رو به شما، به همسرتون، به ماحصل زندگیتون سروش خان، به بستگان آشنایان دور. حرفتو بزن چی شده؟ بگین چی نشده. دوتا غریبه آوردین صداشون تا 7 مجتمع مرترم میره. بله من تک و تنها اونم شب عیدی 5 واحدو تمیز کردم از دیوار صدا اومد از منم صدا اومد. حالا کارداش به پلیس و اینا میکشید که با درایت بنده حل شد.
خیلی خوب، دستت درد نکنه. بله. بیا تو عزیزه. محبوب جان چطوری؟ کجایی؟ چرا تلفن زدی؟ ماجرا داره برای تعریف میکنم. شما طرف شرکت اومدی؟ بله. بیا تو عزیزه. بیا تو. ببخشید خانم شرکتی، لابد انتظار دارین که اینو من بیارم نه؟ نه خیلی، من از هیچ کسیش توقعی ندارم، خودم یادم بود. چرا اینجوری شده؟ برو تو عزیزه. بریم. خانم مقصودی؟ چیه؟ چی شده؟ هیچی، میخواستم بگم پیشا پیش عید نوروز این عید سعید باستانی که فکر میکنم قبلا گفتم. بابا کلافم کردی؟ یه هفته از پیش پیش میکنه. بزا یه چایی براتون بریزم تازه از راه رسیدین. میخوریم که؟ بله. مریم خانم من میریختم ها. نه من دارم میریزم. زنگ زدم خونتون، یه خانمی جواب داد، گفت محبوب خانم اینا چند روزی از اینجا رفتن، اما پیغام اگه دارین بدین من به صاحبخونه‌شون میگم. گفتم پس بهش بگین من مقصودی هستم، پس فردا بیا. خودشون میدونن کجا بیان و چه ساعتی بیان. مریم خانم پیغام شما رو گرفتم ها، راستیتش دیگه مجبور شدم خانم عوض بکنم. آخه نمیدونه یه صاحبخانه مزبزب داشتم، همچه یه مکرای خانه من عقب میافتد شش زب دمدن خانه من بود. خسته شده بودم دیگه بابا. بابا این شب عیده یه ما کرایم عقب افتاد، گفتم یه ذره با من را بیاد، دوتا بچه یتیم دارم، پول دست اومد حتما بهت میدم. اصلا به روی خودش نیاورد به انصاف. دیگه مجبور شدم خانم عوض بکنم دیگه. دست شما درد. دست شما درد نکنه. شوهرت فوت شده؟ الهی میمرد زندان بابا. یادم رفت. آخه مریم خانم من میآوردم دیگه. نه من خودم میارم. ایشالله این خونه برات خیر داشته باشه. من به این که بعض خونه ها برای آدم ها قدم دارن و بعضی ها ندارن خیلی اعتقاد دارم. محبوب جون یه وقت از من ناراحت نشی یا، گفتم شاید پیغومم بهت نرسه، بعد من میمونده با این همه کار که ریخته سرم. این بود که زنگ زدم یه شرکت خدماتی مرزی جون رو برام فرستادن. مریم خانم حالا به سرتون کی میرسه به سلامتی؟ واه تو از کجا میدونی؟ همین سرایی داره آقا مهذب گفت به خدا جلال خاله. اون از کجا میدونه؟ ما این مدلیش رو نایده بودیم، ما آب میخوریم این میفهمه. خب به سلامتی انشالله. آقا سروش هم اومدنی شده دیگه؟ آره دیگه انشالله اگه خدا بخواد. دیروز قرار بود بیان، به خاطر بدی آب و هوا پروازشون لغو شد، افتاد شب دیگه. از اون موقع خبر ندارم. البته گفت قبل از پرواز بهت زنگ میزنم، ما هنوز که خبری نشده. من همچون دلم شور میزنه، یکی زنگ میزنه و دلم هر میریزه، میگم ای وای اومدن من هیچ کاری نکردم. آخه آخه ای وای یا امام غریب. کیه؟ کوچیک شما مهذب. چیه مهذب؟ ببخشید خانم سرنگ، مشکلی نیست که. چه مشکلی؟ خانم سرنگ این دوتا کارگره که من دیدم، همین دوتا غریبا چرا خونش من داشتن تو رابله میزدن تو سرکله هم، بعید میدونم از دستشون کاری بر بیاد. من آدمش دارم اگه شما بخواین. دوتا کارگر میفرستم سه سوت بشمارسه خونتون رو میکنن این دست گلو میرن. نه نمیخوام. خب جسارتن چیزه، یعنی خودم چی؟ گفتم نه نه نه. چقدر اصرار میکنی؟ یک هفته است دارم میگم نه. باشه پس با این حساب جسارت بنده رو ببخشید. به سلامت. مهذبه، هر وقت عیدی ولادتی چیزی میشه هی میاد دم در زنگ میزنه میگه بیام خونه رو تمیز کنم. حالا میبینه شما اومدینا باز اومده دم در. منم خواهم خیلی ببخشید ها، بچه پر روی شده. آبش میگم منو میشناسی؟ میگه نه. شصت دفعه من اینجا دیده. بچه خوبیه، زحمت کشه، اما نه اینکه پولکیه. همونجا پشت سرتون گذاشته که هر کاری دارین بدین من بکنم. به دلم هم نمیشینه کارش، باید دنبالش را بیفته خود تمیز کنی. خب خانم آقا سروش که حال از شهر؟ سروش من خارجه، آلمان رفت، اونجا درس بخونه، با یه دختری آشنا شد، با هم ازدواج کردن. اون اونجا پابند شد و ما اینجا دلتنگ. میگن پسرهای ایدونی رو اونجا رو هوا میبرن، نگه خودشون مثل ماس و شیر برنجن. آقا زناشون هم چیزی نیستن، همون لاغر دراز.
تو مگه زناشونو دیدی؟ پس چی؟ تو ماسوله دیدم. ماشالله ماشالله ایشون هندی که خاک بر سر کافر. ایفا مرسی جون، یعنی من انقدر سنم بالاست میخورم پسرم باشه؟ چه میدونم حالا. ایشون جناب سرهنگن جهت اطلاع. ها آقاتون خدا رحمتشون کنه. وای نه نمرده، آقای مقصودی زنده است. چی فکر نکرده برای خودش حرف میزنه؟ ببخشید تو رو خدا، من منظوری نداشتم. ایشالا همیشه سایش بالا سرتون باشه. خیلی ممنون. البته این عکس مال چند سال پیششه، الان خیلی هم تعریف نداره. هر کی ما رو با هم بیرون میبینه میگه تو خیلی بهتر از مقصودی موندی. ماشاءالله هزار ماشاءالله هزار ماشاءالله. حالا کجا هستن؟ گفتی همچی که نزدیک عید میشه صحبت خونتکونی میشه ورزشکاریش گل میکنه، صبح زود پا میشه میره کوه، که نبوده من بهش بگم این از اینجا بزه اونجا. خیلی خوب بچه پاشیم به کارمون برسیم. به چشم. اجازتو من دیگه مرخص میشم. ایفا کجا؟ برم دیگه، این هست. خب باشه، من میذارم تو بری. یه دقیقه میندم در کارتون دارم. میگم شما که آنچنان کاری نداری، من بمونم فقط هزینه‌تون بیشتر میشه. خب عوضش کارمون زودتر تموم میشه. آخه این بنده خدا با دوتا بچه شوهرش هم که نیست. خدا رو خوش نمیاد شب عیدی نونش آجر بکنم. دوست اگه همه اینام نبود دلم راضی نمیشد. بالاخره قسم قدر میتره، حق آب و گل داره. نقل این حرفا نیست، پولش هم مهم نیست، مهم اینه که کار من زودتر تموم میشه. فکر نکنم محبوب جونم مشکلی داشته باشه. ایوا چی شد؟ چیزه مریم خانم، آخه این بارداره. تو حامله ای؟ خدا مرگم بده، چرا من متوجه نشدم؟ چند ماته؟ 7 ماهه. بشین عزیزم بشین. تو با این وضعیت میای سر کار چیکار؟ این که چیزی نیست، مادرم منو 9 ماهه داشت سر زمین داشت کار میکرد دردش گرفت. یه دلیل نمیشه جان من، اون حتما بنیهش قوی بوده. الان یه آب قند برات درست میکنم، حتما فشار رو دفت داده. زحمت نکشی مریم خانم، چیزی نیست. من میدونم این دختر رنگ به رو نداره از صبح. رنگ رو نداره اینقدر رو در آخه ببینم پول اینقدر ارزشش رو داره که تو جون خودت و بچه‌ت رو میندازی تو خطر؟ پول که ارزشی نداره، ولی خب بالاخره زندگی ما خرج داره. تو با این وضعیت میای سر کار، شوهرت راضیه؟ دستون در نکنم، اون اگه بود که نمیذاشت دست به سیاسفید بزنم، انقدر دوستم داشت. زندانه؟ فوت شده. تازه فوت شده؟ سالش نشده. خدا رحمتش کنه. ناراحت شدم. خدا رفتگان شما رو هم بیامرزه. خب دیگه با اجازتون من برم. باش، فقط مواظب خودت باش. چشم. چیز مریم خانم میگم که البته اگه بحث پولش نباشه، مرضی هم که اینجاست، میگم کارای سبک خانه رو انجام بده، زودترم کارات تموم میشه. مثلا چه کاری؟ چه میدونم، مثلا ظرفی بشوره یا شیشه پاک بکنه یا این کف آشپزخانه. دو تا بچه داری چه این حرفو میزنی؟ مواد شوینده برای زن باردار ضرر داره. ای بابا ما یه خانم دیگه خیلی زق میگیری، اصلا همه کارا رو من انجام میدم، مرضیه بیاد ما رو باد بزنه. خوبه. آه یادم افتاد، این همسایه روبروی ما نیست، همین مرچه خانم که حامله بود. آره سایمانگر. آره یه دقیق دندون سر جیگر بذار ببین چی میگم. به من گفت اگه این دوره بر خونمون یه فک و فامیلی داشتم، بچه‌مون بردم 2-3 ساعت میذاشتم نگه داره، من به خود کاریام میرسیدم. البته منظورش من بودم، منم که میبینی چقدر کار دارم، وقت نمی کنم. شوهرشم دست به کار نیست، از کار معذبم خوشش نمیاد. اینا هم از اونهایی که تا لنگه زور میگیرن میخوابن و زور که شد میرم باش صحبت میکنم ببینم قبول میکنه یا نه. خوبه؟ قبول میکنه. اتفاقا خیلی خوبه اینجوری مرضیه جان، خیلی عالیه. میگم مریم خانم
از این مشتری های دست به نقداری اول ما رو داری یا بعده دوستانو. تو هم خود تو لوس نکن، بیا برو به کارت بریز. به چشم. برو. الو مرزی خانم. بله آقا کرم. تلفن روم قطع کردی، چی شد؟ مشکلت حل شد؟ گفتی زنگ بزن و زنگ نزدی. نه چیزه، یعنی حل شد اون مشکل که گفتم حل شد. خب الهی شد، کار نداری با ما. خداحافظ. خداحافظ. خدا از برادری کمت نکنه. ای بابا، ای بابا، این چی از کجا آوردی اینو؟ عجب، واسه جراحی منه. جراح مغز اعصاب بودم من آخه. آره امکانات نبودم آدم کل بدی. ببین این چیه، منم از اینا میخوام. ای بابا بیا افتادی گردن ما، تو هم حامله ای. ای با دیده چی شو؟ ها چیه؟ آب قد شد خانم جان. ترسیدم فدای سرت قد شد. بابا این همه کار داریم، بی آبی که نمیتونیم کار کنیم. راست راستی آب قده، چیکار کنیم حالا؟ همش اشغال اینم که مهذب. چی شو؟ خانم سرنگ اینطور که میگن آب کل کوچه قطع شده، غلط نکنم لوله چیزی ترکیده. سلام مریم جون. سلام شوکت جون، خوبی؟ میبینی چه گرفتاری پیش اومده برامون؟ سلام خانم کوشان. سلام. پیشا پیش عید نوروز، این عید سعید باستانی رو به شما و خانواده محترمتون تبریک میگم. ببخشید آجساد نباشه، میگم تقصیر خودتونه دیگه، این همه که میگن کم مصرف کنین گوش نمیکنین اومدن قطع کردن. تو از کجا میدونی؟ من تو پرسیدی. خب خانم سرنگ اگه اینطور نیست پس چرا قطعه؟ به جای که از من سوال جواب کنی برو بپرس چرا آب قطع شده. چشم. شوکت جون به سلامتی کارای شب عیدتو کردی؟ آره فقط فرشا خوش بشم پن کنم کف اتاق، دیگه کاری ندارم. خوش با حالت، من که هنوز هیچ کاری نکردم، آبم که قطع شد. وا من بهت نگفتم برو ببین چرا آب قطع شده؟ وایسه داری حرفای ما رو گوش میکنی؟ منظوری نداشتم، جسارت بنده رو ببخشید خانم کوشان، شما هم جسارت بنده رو ببخشید. خواهش میکنم. خب با اجازه. خدا کنه زود وصل بشه، کوشان مونده تو حموم. آه کوشان تو حمومه؟ آره دارم میرم یه دبه آبی چیزی بیارم، خودشو فعلا گربه شور کنه تا بعد. انشالله که زود بست میشه. خدا از دهنت بشنوه. خب مریم جون کاری نداری، من برم دنبال آب. نه برو به کارت برس. خدا مریم خانم گرفت 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 بیاین. چی شد؟ چی رو گرفت؟ الو اداره آبه؟ ای بابا ترسیدم. گوشی با مریم خانم حرف بزن. اداره آب ببخشید. الو بفرمایید. سلام علیکم. علیکم سلام. من از خیابون هشتم موزمتون میشم. چی شده؟ قطعی آب دارین؟ بله دیگه، به خاطر همین زنگ زدم خدمتون، آبمون قطعه. همکارا به محل اعزام شدن، احتمالا لوله ترکیده، ایشالله به زودی مشکل حل میشه. خیلی متشکر. دقیقا چقدر طول میکشه؟ میدونی شب عیده همه کار دارن، الان من دوتا کارگر تو خونم دارم. کیشه معلوم نیست ولی بیشتر از یکی دو ساعت طول نمیکشه. خیلی ممنون، خداحافظ. چی گفت؟ ایچی گفت لوله ترکیده، چند نفر فرستادن درست کن تا یکی دو ساعت دیگه هم طول میکشه. تا بیان بگردن ببینن لوله ترکیدگیش کجا بود، تا تعمیر بکنن قروب میشه خانم جان. پس چیکار کنیم؟ همون کاری که قدیمی ها میکردن. چی؟ قدیمی ها چی کار میکردن؟ به این مرزی جان کل این خانه با دو دستت لاب میشه مثل یه دسته گلش کرد. اصلا شدنی نیست. تو باز تو کارو بزرگترات دخالت کردی. چه مخمشو من میدونم؟ خب منم میدونم، مثل که کار منم همینه ها. مثلا شما فرشا رو چجوری میخوای تمیز کنی ها؟ کدوم فرشا؟ فرشا رو دادم قالیشویی. حالا فرشای چی؟ پرده ها؟ پرده کو؟ دادم خوشویی پرده ها رو. خیلی خوب دیگه، کاری نمونده که. تا چشم هم بزنه کارت ها میشه، فقط میمونه گردگیری و نمیدونم پاک کردن شیشه یه ظرف و ظرفه رو بشونیم. منم تا یه خورده اونجا رو تمیز بکنم بیام اینجا آبه واس شده، اصلا نگران نباشه. پس محبوبه جون قربونت، زودتر اگه میخواین هر کاری بکنین دست به جمعون، تو که میدونی من دلهوره دارم، میترسم یه پسرم زنگ بزنه. من باز میکنم.
کیه؟ بله باش. چی بود؟ فکر کنم پسرتون بود. وای خدا مرگم بده. دیدی گفتم شوخی کردم. اصلا شوخی قشنگی نکردی دختر جون، تو که میدونی من استرس دارم. آه این خود بهت خندیدم و خود گم کردی. من از شما معذرت میخوام. خیلی خوب، حالا چی بود؟ همین معذب بود، سرای داره. گفت به مریم خانم بگو بیاد پشت پنجره، کارش دارم. چی کار داشت؟ نمیدونم، به خدا به من نگفت. محبوب جون برو ببین چی میگه، من حوصله این پسر خلچله رو ندارم. با چشم خانم جان، ولی منم اصلا حوصله‌شو ندارم. حالا چون شما گفتی میرم. جانش میخواد، کتک میخواد. نه آقا نمیتونی، عجب گیری کردیم. ها چیه؟ به خانم سرنگ بفرمایید فرشاتونو آوردن. ببین گفتن داره، بگو بیارم بالا دیگه. اینا نمیتونن بیارن بالا. آو با چیکار بکنن؟ اونش دیگه به شما مربوط نیست. شما بفرمایید کنار، به خانم مقصود بگید بیاد لب پنجره. حرف دهنتو بفهم. ببینیم بابا چی این تربیت بی فرنگ. خانم جان قربان تو بگردم، این فرشتتونو آوردن، پسر دیوانه نمیذاره بیارن بالا. چی میخوای تو؟ هم معذب، دست از سر من بر نمیداره. شب عیدی میبینی زلطو کار دارم. جانش میخواد، کتک میخواد. اینو ما جواب بدیم. معذب باز تو شروع کردی؟ چی کارشون داری؟ بذار قالیا رو بیارم بالا. خانم سرنگ با تمام احترامی که برای شما جناب سرهنگ و ماحصل زندگیتون سروش خان قائلم، ولی از من نخواهید که اجازه بدم دو تا غریبه بیام بالا، اونم از جنس مرد. غریبه کدومه؟ کارگرای قالیشویی هم فرشا رو آوردن. خانم سرهنگ فردا روز زبونم لال، چیزی از این خونه ها کم بشه شما جوابگو هستین؟ کی میخواد جواب بده؟ نصف اهالی این ساختمان نیستن، رفتن مسافرت، خونه هاشون سپردن به شخص بنده. اگه شما مسئله قبول میکنید بسم الله بفرمایید، بنده مخت شما هستم. یه ذره منو درک کنید خانم. خب حالا چیکار کنیم؟ شما یه راه دارید. چرایی؟ بنده شخصا مسئولیت این پرشه به عهده میگیرم، خودم میارمشون بالا. خیلی خوب، پس هر کاری میکنی زود باش. بیا بالا، رسید فرشا پولو بدم، ببر بده بهشون، قالیا رو بعد بیار بالا. چش. خانم سرنگ میگم که اگه زحمتی نیست ببخشید جسد منو، لطفا اون تیک کاغذ رو، منظورم همون رسیده است، از اونجا بندازیم پایین. دیگه من این چهار طبقه رو نیام بالا. اصلا نمیخوام بیای بالا، خودم الان میام پایین. شما که همون اجاره خانه ندارید. این مسئولیت پذیری مهذب ما رو کشت. از بس که شما افراد این ساختمان پرش کردید خانم جان. چیکار کنم؟ میگم مریم خانم شما دبه دارین. واسه چی میخوای؟ خب همه جا که دیگه آب قطع نشده، حتما دو تا کوچه اونورتر آب وصلی، برم آب بیارم. همینمون مونده، دبه برداریم دور کوچه دنبال آب بریم. نه شما، نه خودم میارم. حالا دبه داری؟ تو کابینت زیر سینک ظرفشویی دبه ترشی هست. خیلی خب، من برم پول این فرشا رو حساب کنم و بیام. محبوب از در و همسایه هم میتونیم دبه بگیریم؟ آی بابا من الان برم در کیا رو بذارم دبه بگیرم با این همسایش و حوصله و معظم و دلارم که ندارم. این تلفن رو جواب بده. آی چوره چقدر صفت داره. آی صفر شکار داره، جواب بده. خب شاید از شهرستان باشه. شهرستان چی بابا؟ که نمیگه صفر سیادت ما خارج از کشور. من خارجی بلد نیستم. آی بابا اون ایرانی بلده حرف بزن. الو، اینقدر لفتش دادی تا قطع کرد. خاک بر سر کافر. حالا من به مریم خانم چی مگم؟ من چه میدونم، اصلا به من ربطی نداره. خودت باید جواب بدی. هلو آقا، مادرتون الان تشریف ندارن، شما کجا تشریف دارین؟ محبوب این میگه من مغازم الان، یعنی خارج از کشور مغازه نیست. ببخشید منظورم اینه که شایدن چه ساعتی میرسیم؟ گوشی بابا، این اصلا تو باغ نیست، نمیفهمی من چی میگم. خب اون داره انگلیسی هر بسید دیگه. بابا مستر، هلو هاو آر یو؟ وات؟ پرده ها، پرده ها. آجان واقعا اسکیوز می، گود بای.
چیو؟ تو هم ایرانی نم بلد نیستی؟ با خوشی زن پرده پرده. خب پس تو چرا خارجی حرف میزدی؟ از کجا یاد گرفتی؟ ای بابا من که گفتم چند تا آلمانی تو محصولی دیدم، اصلا تو باغ نیستی. یا الله یا الله ببن یا الله بفرمایید بیا ببر بزن اونجا. اینجا خوبه؟ نه بزن اونجا. اینجا اوه چه خبره تو بابا خانه را خاک گرفت؟ خانم نخست اگه چیزی بهش نمیگم فقط به احترام شما این بزرگوار ها. خوبه خوبه کاری نکن، از این بالا پرتت میکنم پایین، سریتر فرشار بیاری بالا. بوشو بابا از این بالا پرتت میکنم، چی میگی تو؟ فاسکریت حرف میزنم تو نمیفهمی. بیا اینم لباس شب عیدی ما. خب اگه به کارگرا گفته بودی بیارن بالا نه لباست کثیف میشد نه الان مجبور بودی دوباره بری پایین بقیه فرشا رو بیاری. مریم خانم جان قربان تو بگردم، شما دیگه زیادی مهربانی، این حقشه. نمیدونی اون پایین چه دوری وارد داشته بود که خانم مقصود این خانم بجن که با اون کلکل کنه بفرستش پایین تا چند تا دبه آب بدم بیاره بالا. خودت وردار بیار بالا. شوکت خانم راستی بچه رفتی بود از تو پارک آب آورده بود سر کوچه، ولی گفت آبش آب چاهه. چه خوب، خب من میرم میارم. تو با این شکم کجا داری میای؟ یه زور مردانه میخواد که من دارم. یه وقت رو من حساب نکنینا، من شب عید کلی کار دارم. تو خجالت نمیکشی؟ یعنی من و مریم خانم با این سن سالمون بریم دب تازه این بنده خدا با این شکم با ما بیاد دب آب بیاره؟ چطور؟ این موقع سنتون بالاست هنوز دست از خاله زنک بازیات بر نداشتی؟ برو ما خودمون یه کارش میکنیم. برو فرشا رو بیار الان میبرن. خیالتون راحت، فرشا رو صدام بچه‌ها که دارن پایین بازی میکنن. اون قضیه دب و اینا من همه چی رو شخصا به عهده میگیرم. خب برو دیگه. فقط یه نکته ببخشید، میخواید باز پیش کنی؟ نه 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 نه، میخواستم بگم جسات ما رو ببخشید. خیلی خب برو. دست تو بکش. سنجه پسر خانم سرهنگی. مریم خانم جان گریه برای چی مریم جون؟ به سلامتی آقا سروش تا فردا میرسن دیگه. دست خودم نیست، اصلا صداشو که میشنوم یه حالی میشم. تو هنوز که مادر نشدی بفهمی من چی میگه. مریم جون پس این چیه بقلم؟ نه میگم یعنی هنوز اصلا دور نشده، نرفته آلمان که. حالا بذار بره اون وقت بهت میگم پنج سال انتظار یعنی چی. سلام. علیکی سلام. ببر بذار اونجا، دستت درد نکنه. بس بگم مرضیه بیاد. آره فقط خدای نکرده اتفاق نیفته بندازن گردن ما. تو که گفتی همه کارهای سنگین رو خودم کردم، خورده کاری هم مونده. آره من طوری گفتم. سلام بلاش سلط انجام. سلام. بله بذار اونجا پله اونه دیگه. مرجان یه دون از این دب آبا بردار، لازمت میشه آب قطعه. اجازه. خیر پیش، دیگه نمیخواد بیاری بسه. چشم آقا معذب گفت دیگه نیار چشم نمیره. وا سلام. سلام بسه دیگه نمیخواد بیاری، دیگه نمیخواد بیاری بسه. بکنم اینه تا صبح میخوان آب بیارن بذارن اینجا. سلام ببخشید من مرضیم، از طرف مریم خانم اومدم بر کار. خوش اومدین بفرمایید. خانم تلفن، تلفنتون زنگ میخوره ها. میشنوم. بلش کن. الو مرجان گوشی رو بردار. ماشاءالله میسته رها خوربونه درم. فکر کنم آقاتون بوده. عشقا برای سومیه که داره زنگ میزنه. جانم مسافره هم نزیدم پر کرده رفته خونه مامانشی. ایفا چرا؟ فضولی نباشه، قصهش درازه. تو جدی جدی بارداری؟ اگه دروغم چیه؟ جونم چند وقتشه؟ نه ماهشه. قربون
دلم. تو خطرناک نیست با این وضع میری سر کار؟ نه بابا به این حرفا نیست. پس به کدوم حرف هست؟ باید مراقب بچه باشی دیگه. حواسم هست، من بنیم قویه. فقط بگین از کجا باید شروع کنم؟ میخواین از آشپزخونه شروع کنم یا از سرویسا؟ البته اتاق خوابا. ببخشید راستی مریم خانم گفت شما همه کارهای سنگینتون رو انجام دادین، فقط یه خورده کارهای سبک مونده. نه راستش کاری نکردم. ببین فقط ما باید یه خورده اینجا رو مرتب کنیم و یه ذره گردگیری، همین. فقط یه ذره؟ چیه؟ نکنه تو هم فکر کردی تو خونه بمب ترکیده؟ آقا تو میگه؟ بهش میگم تو زن نمیخواستی، کلفت میخواستی که ای برات بشوره و بسابه. دست شما درد نکنه، من کلفتی کار بدیه. ببخشید من اصلا منظوری نداشتم، میخواستم بگم خب من نمیتونم هم کارهای خونه رو کنم، هم بچه داری کنم، هم به کارهای هنری برسم. به خدا از کلی از دوستای قدیمی عقب موندم، خودشم که دست به سیاه‌سفید نمیزنه، فقط بلد مدام غر بزنه. چرا غذا نداری؟ چرا رو وسایل خاک گرفتن؟ چرا ظرفا رو نشستی؟ تازه جدیدا یاد گرفته زندگی منو با زندگی بقیه مقایسه میکنه. یه فلان همکارم 30 سال ازدواج کرده، عکسای عروسشون هنوز رو دیواره. خب من چیکار کنم؟ به من چه؟ چطورن؟ چی؟ نقاشی ها رو میگم دیگه. آها اینا رو خریدین؟ خودم کشیدم، من زمان دانشجوییمه، از وقتی شوهر کردم اصلا دست و دلم به نقاشی کردن نمیره. این مرد ذوق هنری منو کور کرده. نه نه قشنگه، فقط منظور این که دیگه. درستش نکن، یکی از دعوای من و سامانم سر همین نقاشی هست. نه اینکه متفاوته، اصلا نمیفهمه، من خودم هم آدم متفاوتیم، اصلا درک نمی کنه. مرجان مرجان گوشو بردار، زن زن صدای رها رو بشنوه. این هم کار جدیدش، قهر میکنه میره بعد زنگ میزنه میخواد صدای رها رو بشنوه. مرجان گوشو رو بردار. الو مرجان دلم برش تنگ شده. میبینی دلش برای من که تنگ نمیشه، برای رهاست که تنگ شده. برو ببینیم بابا، میخوام صدای رها رو بشنوم. دیدی گفتم؟ چی بگم والا دمه ایدی، چرا مشکی پوشیدی؟ خدا بیامرز شوهرم هنوز سوالش نشده. خدا رحمتش کنه، خدا رفتگان شما رو بیامرز. ببخشید من نمیدونستم، وگرنه اب نداره. مرزی جون بشین قربونت برم، بشین عزیزم. اسمت مرزی هستی یاره؟ به جون رها نمیخواستم ناراحتت کنم، دیدم مشکی پوشیدی. نه من که خاطر اون ناراحت نشدم. پس چی؟ مرجا خواهد تو رو خدا قدرش برای تو بده. یه حرفایی که بهت میزنه ها، دور از جونش، ایشالله 120 سال زنده باشه، این همون حرفاییه که خدا بیامرز آقا ناصر بهم میگفت. هی قسمش میدادم به خدا از بس تو خونه مردم کار میکنم دیگه نای کار کردن تو خونه خودمونو ندارم، ولی مگه به خرجش میرم؟ که براش خبر نبره، که زبون تیزی هم داشت که نگو. هم گفت با واسه دیگرون کلفتی، به ما که میرسی خانومی؟ عوض اینکه یکم نازمو بکشه این خسته نباشیدی بگه. هیچ، فقط دعوا میکرد از بس که بعد اونو بود. ولی خدا سر شاهده، خدا سر شاهده با همه این حرفا حاضر بودم الان زنده باشه، حتی اگه روزی یه فز کتک هم بزنه. دقل سایش بار سر من و بچهش بود. ولی بگم آقا خدا وکیلی دوست هم داشت، اصلا بروم نمی آوردا ابدا. ولی خب من می فهمیدم دیگه، از وقتی هم که نیست از این اون خیلی می شنم. خدا مرگم بده، ببخشید مرج آخوام شد به این شما رو ناراحت کرد. پوشم پوشم دیگه کار برسم. آف چی شد؟ بد پشو. آخه با این بس چرا کار میکنی؟ چی کار کنم خانم؟ چاره؟ یه فکر خوب، مگه تو نایمدی اینجا به من کمک کنی؟ خب با این بس هم که کاری نمیتونی بکنی.
نه خانم، کارمه، میتونم. گوش کن، بهترین کاری که تو میتونی بکنی اینه که تو رها رو نگه داری، منم کارهای خونه رو بکنم. ایوا خاک عالم، مگه میشه این چه حرفیه؟ آره چرا نمیشه، تازش هم باید من یاد بدی که من چیکار کنم، چون من نمیدونم از کجا باید شروع کنم. باشه، اوکی اوکی، فقط بعد یکم دست به جنبونیم. من برای ساعت 5 بلیط دارم، میخوام برم مشهد. نصف دارم. چشم، شما امر بفرمایید. سلام خانم، مهمون نمیخوام. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. ماشاءالله تو این دو سه ساعته که رنگ لعابی دادین به خانم. سلام خسته نباشی. خسته نباشی. عجب بامزه است. مریم جون دستت درد نکنه، چه غذایی. مرسی. عوض این حرفا زودتر میز رو حاضر کنین که غذا رو بخوریم تا سرد نشده. مریم خانم جان، میگم این غذا رو رو زمین بشینیم بخوریم میچسبه. مگه نمیبینین این دختر براش سخته بشین رو زمین؟ نه نه، من فرق نداره. نه عزیزم، فکر بچت باش، مگه بچت رو بکشی؟ بابا تو رو خدا تعارف کردن رو بکنی، من دارم از گشنگی میمیرم، اینجوری ادامه بدی من غذا بین آسمون و زمین میخورم. خیلی برو زنده. خب هوا سرد باشه، دم پختکم باشه، آخ ترشی نباشه. آقا بیا، ما چه خانم میگفتی کجاست؟ ما میرفتم میآوردم. نه خانم، حسابی افتادین تو زحمت ها، چقدرم خوشمزه شده. من که کاری نکردم، این دست پخت محبوبی جونم. گفتم سر شما هم شلوغه، وقت ندارین غذا درست کنین، برای همین یه غذای ساده بار گذاشتم دور هم بشینیم بخوریم. باورتون نمیشه اگه بگم سر 20 دقیقه محبوبی جون غذا رو درست کرده. باری کلده بابا آشپز، دو روز در هفته تو آشپزخانه کار میکنم. ای کلک، کم کم رو میکنی خودتو. از 5 سال پیش تا الان که شوهرم به خاطر دیه و تصادف افتاده زندان، دیگه فقط آشپزی کفاف زندگی من نمیده، که بالاخره با خانم سرهنگ آشنا شد. سال قبل عید یادم پیشتون بود. پارسال اومد مرخصی، امسال هم گلریزان کرده بودن، قرار بود کلن خلاصه، ولی هنوز خبری نشده. انشالله به حق علی تو این سال جدید خدا گره مشکل همه رو باز کنه. الهام. یا مریم خانم، جای خان نظری، خان بهرامی هم خالیه ها. آره واقعا. اما میگم امسال چرا دورتون خلوته؟ چون تمام اهالی ساختمون رفتن مسافرت. ساختمون خیلی سوت و کوره. راستی از این اسفادات خبری نیست. بیچاره پیرزن دلم براش میسوزه، از صبح تا شب قوق و تو خونه تنهاست. منم شب عیدی کار داشتم، وقت نکردم برم بهش سر بزنم. هم حالا که پایین خونه تو میشینه؟ پیره زنه بلوک روبروی طبقه اول، همونی که پارسال بهت سمنو دادم نظری بردی براش. یادم آمد. همون که مادر شهیده دیگه، نه؟ آره بیچاره پیره زن، هر سال همسایی ها کاراشو تقسیم میکنن، خون تکونیشو میکنن، سفره هفت سینشو میندازن. کاش میشد یه سری بهش میزدیم، شاید کاری داشته باشه. امسال واقعا من شرمندم، الان با محبوب جون اگه بریم کارامونو انجام میدیم تا شب ممکنه تموم نشه. راستی یادم بندازی یه زنگ به سرهنگ بزنم آقای اومدن سر رو پرده هارم بگیره بیاره. پرده ها حالا تا شب میگه پرده ها اصلا نمیخواد بگی. قربان تو بگردم اینقدر بگم تو این مغز من حک بشه دیگه. برای منم که با این بچه واقعا سخته. چطور مهذب رو بفرستیم؟ شاید بتونه کاراشو بکنه. نه بابا، اون پسر خلوچلو، اگه میخواد خودش میگفت دیگه، بدتر میره پیرزن بیچاره رو هرس میده. میگم میخوایی من برام کجا؟
اون همین خانومه که میگی. غلط نکنم تو میخوای یا یه بلایی سر خودت بیاری یا سر بچت. تعرض برای تو بچت بده. میدونی زبونم دار خدای نکرده. اگه بند ناف بیا تو دور گردن بچت چی میشه؟ نمیفهمه که. آه مگه تو به صاحب کارت نگفته بودی که ساعت 5 بعد از بری داری؟ سرگری بود. خالی بوسی. شهر به ابوالفضل باید برم، ساعت 5 بلیط دارم به خدا. خوش به سعادتت. اما فکر نکنم برسی یا؟ چرا میرسم؟ الان ساعت 2 کارای مرجان خانومم که دیگه تموم شده. بلکه تفلک خودش همه کارشو کرد بنده خدا. یکی 2 ساعت هم میرم خونه همین خانومه که میگی، ساعت 4 هم سر به سر میرسم ترمینال. خوبه دیگه. تازه باید بری خونه وسایلات هم برداری. خب راست میگه دیگه، تا بری بیه 1-2 ساعت طول میکشه که. اونر که تحویل دادم اینجا پیش عمومینام. یه خورده کاری های شوهرم و چه منم بیمه اینا شل بشه منم میرم. یه مادر پیری دارم خونش مشهده. انشالله این بچه سالم به دنیا بیاد به شفاعت آقام امام رضا، منم میرم پیشش. نرز دارم سال تحویل حتما تو حرم باشم. دلم لک زده برای حرم آقا. خوش به سعادتت. مرزیه جون ببخشینا، تو با این وضعیتت چرا باید کار کنی که برای سالم دنیا آمدن بچت انقدر نرز و نیاز بکنی؟ چی بگم والا؟ دردم 1-2 تا نیست که. هم مرز قند دارم. از وقتی اون بلا سرم اومد و شوهرم مرد حسابم به هم ریخت. دکتر گفته شانس بیارم بچم زنده بمونه. میرینم تنها یادگار آقا ناصره. دوست دارم حتما به دنیا بیاد. انشالله اگه اتفاق نیفته نذر کردم اسمشو بذارم رضا. نامت کشت نمون بود یادم رفت. آب بیارم. من میرم آب بیارم. عزیزم خودتو ناراحت نکن. ناراحت نباش، گریه نکن. منم رفتنی میرم پیش زینت سادات ببینم میخواد تو بری پیشش کمکش کنی یا نه. تا یادم نرفته چیه؟ من که کاری نکردم. من تلفن زدم تو اومدی. حقته. نه از رو دلسوزیه نه صدقه از حقته. دست درد نکنه، انشالله خدا بهت برکت بده. یه خبر خوب، آب باز شده. چه خوب. خب الهی شکر. مرجان خانم تلفن تو زنگ میخوره. رها که خوابی تلفنو بردم گذاشتم تو اتاق که بابای زنگ میزنه بیدار نشه. حتما سامانه. مرجان جون شاید سرهنگ باشه، جواب بده. زنگ زده خونه دیده من نیستم، دل بابت شده، زنگ زده به تو. باشه چشم. محبوب جون باشه جمع کن، باشه جمع کن، بریم ایزا تو کار داری. به چشم. نیم خود محبوبه، من خودم برای جمع میکنم. جمع میکنم برش. بایدوزه چی کار میکنی؟ داری جمع میکنه دیگه. همش 2 تا تیکه ظرف هست. اصلا به فکر اون بچه تفلک دیستی. اصلا چون باید کار کنی؟ چی بود؟ صد بار بهش میگم مادر من، حالا تو 1 سال خونه تکونی نکن. چی میشه؟ حرف خرجش نمیره که. سنشون که بالاتر میره لجبازتر میشن. کیا؟ بابام رفته لوس رو تمیز کنه، از چهارپایه افتاده، سرش خورده زمین. جورش که نشده. خب حالا داری کجا میری؟ درمونگاه تو میدونی. خب تو هستی مواظب به رها باشی. من میرم زود برمیگردم. میام. باشه باشه، خیالتون جمع شده، چیزش نشده. حالا مواظب خودت باش، یواش برو. چطک شب عیدی بمیشوهر. انشالله که چیزی نشده. راستی مریم جون نمیاد. تو برو، من حواسم از خاطر جمع. برو. خدا خدا افلک شبه ایزی دلم براش سوخ. شوهرشم فر کرد. بله من الان دارم میرم خونه زینت سادات بهش میگم، بعد خبرت میکنم. بیا بریم محبوب جان، در موگو همینجا نزدیکه. الان مرجان بر میگرد. مرزی جان ندیدم ای توشابیش سالنا رو به تبریک میگم. ایشالا شوهر تو هم زود از زندان میاد. سفارت بی خطر باشه. خدا سلامت باشه. سلامت باشه. خدا Thank you.
سلام مامان، چطوری؟ خوبی؟ چه خبر؟ نه قربونت برم، هنوز راه نیفتادم که. آره بابا، ساعت 5 میام تازه. نه دیگه، ساعت 5 بلیط دارم. آ چیزی نمیخوای؟ باشه باشه، نه من مواظبم. آره بچم خوبه، خدا رو شکر. باشه مواظبم. خسته نمیشی، کارا خوب پیش میاد. بله، تو چی کار میکنی؟ چی با مام که همینجور این بچه رو دارم. ببین مریم خانم رو میگی یه دقیقه بیاد. چی کارش داری؟ یه دقیقه کارش دارم، بگو بیاد. خیلی خوب. مریم خانم جان، مرضیه با اتون کار داره. خب بگو بیاد تو. میگه من وقت ندارم. جانم مرضی. مریم خانم ببخشید، اگه قراره برم خونه این پیر زنی زینت صداد؟ آره زینت صداد، دیگه داره دیر میشه. مرجان خانمم که هنوز نیومده، میشه این بچه رو بیارم بذارم پیش شما یه دقیقه؟ خودم مرزم بده، بچه موندم تو. تو که یه چیزی مادرم نذاشتی لای در. چه میدونستم این در بسته میگیره یه بار؟ ببین که خاکی به سرم شد جواب. چی مریم خانم؟ چی بدم چیه؟ چی شده؟ بچه هم به خونه در بسته شده. خاک بر سر کافر. حالا جیبم مرجان خانم چی بدیم؟ شلوغش نکن محمود جون، قربونه دستت، این چادر تو بردار بیار، من برم این دورو برای بینم کلید سازی چیز پیدا کنم. چی کن؟ برو پایین ببین مهذب کجاست. فرشتر بیار بالا ببینیم میتونه این درو کنه. با همه این بیعقلش موقع یه کاری میکنه. حالا نمیشه، من دنبال این مهذب نرم. پس کی بره طبقه دو این زن حامله بره؟ بودو بودو سلام علیکم، حال شما خوبه؟ به دختر خانم سلام برسونه. سلام علیکم. سلام علیکم مهذب آقا. مهذب آقا سلام علیکم. کوی زیفی مهذب آقا، خانم سرهنگ خیلی فوری فوری با شما کار داری. میدونی چرا؟ اون بچه مرجان خانم بود، خیلی کوچولو بود، تو خانه گیر کرد، در خانم روش بسته شده. کلید سازی سر شرک. آب کلید سازی چه؟ من کلی اونجا جس گرفتم. مهذب آقا این کار از بلده در باز بکنه. کجا داری میری؟ مهذب آقا. بله. سلام خانم یاوری. مهذب آقا فرستادم خانم، 10 دقیقه دیگه بچه ها میان دم خونتون. بله خانمی آوری، میخواستم پیشا پیش عید نوروز، این عید سعید باستانی رو به شما و به همسر والا مقامتون، به کوچولوها، به همسایگان، قصبه، اهل محل، دوستان، آشنایان، فامیل، دور و نزدیک. الو الو مهذب آقا. آه مرا خوره. بفهم پایین. خیلی خوب، حالا چرا عصبانی هستی؟ ها به تبریک نگفتم. پیشا پیش این عید سعید باستانی رو به شما و خانواده محترم تبریک عرض می نمایم. ببین مهذب آقا، خانم سرهنگ اونجا نگرانه. بچه سپردن به شما؟ آره یعنی نه. آره آره یا نه؟ آره البته به اون مرضی خانم سپرده، هم خانم باردارا از خولتکان داره سکته میکنه. باید از کارگرای مثل شما بیشتر از اینم انتظار نمیره. باز به تو نیاز پیدا کردیم، تو دور برداشتی. اصلا ببین، اصلا تو معذرت خواهی بگم رضایت میدی؟ من از شما معذرت میخوام. راضی شدی؟ خوبه؟ به خاطر اون بچه گناه دارم. فقط به خاطر اون طفل معصوم. آوردمش.
همین دیگه. وقتی یه کاری میسپاریم به عهده دو تا زنونم غریبه نجاش میشن. خانم سلام، من لحظه رو میدم، من این روزو میدم. سلام. حالا که سلام پچریش پیش کوشتی هم برده است، چیزی با خودت نهی بردی. خیلی خوب سود باش. لطفا اینجا رو خلوت کنید. بفرمایید. آقا معذب دستم به دامنت، حالا این در باز میشه؟ خانم اجازه بدین دارم کارم میکنم. بابا این نمیتونه، مرسی حق داشته، کشی میرفتیم یک کلیساز میابردیم. کجا میری که؟ کجا معذب؟ خانم لطف کنید برید کلیساز بیارید. ببینم دم ایدی کدوم کلید ساز میاد در مغازه تا قبل از اینکه بلایی سر این بچه بیاد باز میکنه. خب خود تو لوس نکن، بیا بالا در باز کن. جسارت بنده رو ببخشید. خانم اگه من این کار رو قبول کردم به خاطر گلوی شما، جناب سرهنگ و محصر زندگیتون سروش خانه. من تو این کار احتیاج به تمرکز دارم. با چی کار کنیم؟ کوچکترین صحبتی تمرکز منو به هم میزنه. تو هم یه دقیقه چی نگو ببینم چی کار میکنه. خانم سرهنگ شما چیزی فرمودین؟ نه خیر، شما کارتو بکن. جسارت منو ببخشید. آقا معذب دلم داره مثل سیر و سرکه میجوشه، بالاخره میتونی کاری کنی یا نه؟ پنجره منو خلوت کنید. تو کجا میای با این بچه توشکمه؟ بشین، ما الان میایم. بالاخره ما از عذبیش معلوم است میخوای چی کار کنی؟ دارم تمام راه های ورود خونه رو بررسی میکنم خانم سرهنگ. مریم خانم فلش کن بابا، این پسر دیوانه است، همش ما رو دمال خودش میکشونه. الان این بچه بیدار شه ببینه مادرش چیز لکنت زبان میگه چی کار کنی؟ ها یه فکری کردم. چه فکری؟ زنگ بزنیم آتش نشانی بیاد در باز بکنه. آتش نشانی؟ نمیدونم. مهذب کو؟ مهذب آقا، مهذب آقا، مهذب کجا بشه آقا؟ من اینجا. ای وای پسر دیوانه، واسه چی رفتی اونجا آویزون شدی؟ میافته بیا بالا. نمیتونم، خانم زرنگ شکر خوردم، غلط زیاد کردم، تو رو خدا کمکم کنی. سری بیعقل، حالا که رفتی پایین پنجره باز کن برو تو دیگه. آی کیو قفله پنجره از تو قفله. کمک خانم، خانم دیگه واجب شد برم آتش نشانی زنگ بزنم. پس بودو بودو از توتون نسایی میزنم آتش نشانی. خدا وای 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 کمک.
کمک چه دردی همسایه الان میزنن چی شده؟ وای خدا کمکم کنید، خدایا کمکم کن، شب عیدی من نکش، خدا خواهش میکنم، خدایا کمکم کن، خدایا کمک، 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 وای خدا کمکم کنید، کمک، کمک. چرا با ایسان نگاه میکنی؟ نکن آقا، بیافتی کمک. بیا مردم چون کاری چیکار میکنی بالا؟ کمک، وای خدا کمکم کنید، کمک. سبزه شد، خاک برسن همه کجا گلو دارم باید، اینقدر این کارهای که از اونجا آویزان شد. مریم خانم میگم اگه فامیلشو بلد بودید شما روشو بهتر میتونستم پیدا کنم. من چشم بسته غیب میگه ها، میدونستم که سی تا دفتر چه زیر رو نمیکردیم. این دخترم هر وقت شوهرش حرف میزد و فقط اسمشو میگفت، من نتونستم تا حالا بفهمم فامیلی شوهرش. پس شوکه جون تو نمیدونی که هیچکی نمیدونه شوهرت چه کار کرد. چیو؟ تو همون مونده بود. آها با یه تشت آب خودشو شست اومد بیرون، ولی فکر کنم چاییده. ما چرا زیده شما رو پیدا کنم؟ خانم سرخنگ جسارت منو ببخشین، ولی تو رو به عباس باز زنگ بزنین، یه ماشین آتش بزنین، زنگ بزنین 125، تو رو خدا بهتون کمک. چرا بایستانی نگاه میکنی؟ دست تو محکم بگی به میله، الان داریم زنگ میزنیم آقا سامان بیا. آقا تخ مرد اینجا یه آتششان چون نیامد آخه. بگه همون میگه زنگ نزدی به آتششان. زنگ زدم مریم خواهیشون دیگه باید میرسی. پس کوچه نیمده. ای بابا سامان پیداش کردم. اون که اسمشه سامان، سامان اسم فامیلیش جفتش سامانه. من تو بگم حرف زدی، یه اسمش سامان یه فامیلی سامان. ببا چرا که این شماره شو باید بگیرم من خودم. یکی دیگه من بگیرم. به خدا واقعا خوده. دستم گیر کرده مونده تو. چی شده؟ چی شده؟ برای چی رفتم بالا؟ سلام حسین. مرجان بچه دست شما سپرده بود دلش میگم بی فکری. تو خدا در یواش در باز کنی دیگه نه بچه پشت در باشه. بابایی قربونت برم عزیز دلم، مامانی تنهات گذاشته. آقا ساما ببخشید، میشه من برم از تو اتاق وسایلم بردارم؟ برو بردار. دست دارم. حالت خوبه؟ خدا رو شکر. خیلی ممنون. آقا خیلی زحمت کشید. خدا شکرت. ازتون درد نکنه. باشو شما تا باشو. باشو باشو. بلند شو. بلند چیزی به. با اجازه خداحافظ. به سلامت خانوم. بله خونه رو شما تمیز کردین؟ نه من بچه رو نگه داشتم. مرجان خونه رو تمیز کرده؟ بله دیگه. این تابلو رو هم مرجان گذاشته اینجا؟ بله تابلو رو هم مرجان خانم، یعنی خونه رو که تمیز کرد بعدش اوور تابلو رو گذاشت اینجا. من بهش گفتم شما بچه‌تو نگهدار بذار من خونه رو تمیز کنم، گفت نه من شب عیدی حتما دوست دارم خونم خودم تمیز کنم دیگه، اینا گذاشت اینجا. خداحافظ. خداحافظ شما. ببخشید آقا سامان یه وقت تو خدا فضولی نباشه، مرجان خانم خیلی دوست داره. اه؟ به خدا از کجا فهمیدی؟ دوست داره دیگه. رها خانم، خاله ببخشید تنهات گذاشتم، قربونت برم، خدافظ. یه چند لحظه وایسا
بفهم قابلتون نداره بگیرین دستون نرد نکنه زحمت کشنه خدا به برکت بده فقط آقا ساما من مرجان خانم که خونه نبود یه تلفن از اینجا زدم مشهد مادرم نه که میخوام برم اونجا گفتم یه وقت دلش شروع نزن یکی دو دقیقه بیشتر طول نکشه گفتم مدینه دارشم راضی باشی خواهش میکنم زیاره شما هستیم خواهش میکنم التماس دعا اتفاق خوب کاری کردیم سلامت باشی خدا حافظ خدا حافظش میکنم سلام زینت صداد بله شما من مرزیم از طرف مریم خانوم همین همسایه روبرویتون سفارش کرده بود بیام برای نظافت منزل بله سب کنید بله ببخشی باز نشو ببین دخترم با دست خولش بده باز میشه باز شو بوی خدا رو شکر به خیر گذاشت یه صدقه کنار گذاشته بودم خانم هرچی چشم میندازم میبینم ماشاءالله خونتون خیلی تمیزه یعنی دست گل میمونه چشات گل میبینه مادر خونه ای که رفت و آمد نداشته باشه خب ریخت و پاشم نداره دیگه حالا شما دیگه از هر جا که خودتون صلاح بدونین بگین که من از همونجا شروع کنم این همسایه های من خیلی به من محبت دارن سرمانزده اومدن یه سری کارامو کردن عیدم که میشه خودشون میان هفسین رو میچینن مریم خانم گفت میخوای بگم مرزی بیاد هفسین تو بچینه گفتم باشه راستش نه به خاطر هفسینا بیشتر میخواستم با هم درد دل کنیم صحبت کنیم اینم به هم گفت که مهمون داری به زودی قراری بیاد و از تنهایی درت بیاره پس دیگه هفت‌سین رو میخواییم بچینیم با هم درد دلم بکنیم حرفم بزنیم خیلی خوبه عالیه چی از این بهتر نه 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 شما نمیخواد پاشین فقط من نشونی وسایلتون رو بدین من خودم میچینم آخه مادر جون اگه من این دو قدم راه هم نرم دیگه راه رفتن یادم میره سالم بود عید که می شد هفت‌سین رو کنار مزارش می چیدم و تحویل سال خودمم کنارش بودم ولی از وقتی که حاج طاهر رفت دیگه تنها شدم و پای رفتنم ندارم دو سالی هست که عکسش رو کنار هفت‌سین می زارم عید که می شه دلشوره می گیرم میگم نکنه این آخرین عیدم باشه و دیگه نتونم برم سر مزارش آب و جارو کنم خدا قهرش نیاد گاهی که دلم تنگ میشه به خودم لعنت میفرستم که چرا عاجز شدم خدا بیامرزدش شهید آمرزیده است بله شما فک و فامیل دیگه ای نداریم بیاد بهتون سر بزنه ای همچین هر کسی ما در گرفتاری خودشو داره من بیشتر فامیلا مشهدم آخه اصلیتمون مشهدیه آخه اتفاقا مادر منم مشهدیه پس بگو که چرا مهرت به دلمه حاج طاهر هر وقت میخواست با من شوخی کنه میگفت مشهدی
اگر هاش طاهر و حسنم اینجا نبودن، تا حالا رفته بودم در جوار آقا امام رضا مشهد. راستی مریم خانم میگفت بلیط داری میخوای بری مشهد، میخوای بری زیارت؟ راستش میخواستم الان ازتون اجازه مرخصی بگیرم، چون نذر دارم سال تحویل حتما تو حرم باشم، وگرنه به همون امام قریب قسم با تون میومدم بریم سر مزار پسرتون. نه مادر، من که از تو توقعی ندارم، اگه حرفی هم وسط اومد محض درد دل بود. خدا خودش میدونه همین الان که جلوی شما نشستم شرمنده شوهرم هم هستم. آخر سالی فرصت نکردم یه توکی پا برم سر خاکش. خدا رحمتش کنه. یه لحظه قربان تو برم، ببخشید الهی من فدای تو بشم، خدا پشت و پناه تو باشه انشالله. باور کن دلم برای پنجره فولادی امام رضا لک شده مرضی جان. دیگه التماس دعا دیگه، قربان تو برم. دیدی که وقت نکردم برم مغازه اینو گندم بخر بریز برای کفترهای حرم آقا. نه عزیزم، نه نظری، قربان تو برم انشالله زانی خیر زانی بزنی. آره دیگه دعا کن فتای تو بشم که انسان در بیاد دیگه، انشالله که سال خوبی داشته باشه. قربان تو برم، عیدت مبارک باشه. سلام علیکم. سلام، سال نو شما مبارک. خدا جبام تو ببخشه بیامرزه انشالله. زنده باشی، سال نو شما مبارک. زنده باشی، با سلامت. خدا فرصت بنایی تو سلامت باشی. سلامت باشی. آره دخترم همینجاست. آخه اینا که همه گمنام هم. دختر عزیزم گمنام کسیه که نام و نشونی نداره. کیه که ندونه نشناسه اینا رو؟ من فکر میکردم مجید من بین ایناست، ولی بعد فهمیدم نه، همه اینا مجید منو. حاج خانم با اجازت من برم سر خاک شوهرم یه فاتحه بگم و برگردم. خدا رحمت کنه شوهرتون. برو دخترم، برو الهی خیر ببینه، عاقبت به خیر باشه دخترم. شادی روی شهدای گمنام صلوا. اللهم صل علی محمد. Thank you.
آش خانم آش نزدی براتون گرفت. وای دست درد نکنه مادر، خسته نباشی. من آوردی اینجا، میدونستی به اتوبوس نمیرسی نه؟ آقام خدا بیامرز میگفت کار خیر رو اگه به زبون بیاری ثواب شبه این میره. حالا شما اگه میخوای کار منو بی عشق کنی بگم. وای چی شد؟ وای مادر چی شد؟ قربونت برم چی شد تو رو خدا؟ ای وای خدا مرگم وای. بده یا امام دوی خدا. سب کن میریم دکتر. یه دقیقه ببخشید خانم، بیاین یه کمکی به من بکنین. بیا خواهش میکنم. Yeah.